جنرال صاحب، به طور سوال نخست میخواستم در مورد تربیه و تجهیز اردوی ملی صحبت کنین. به کدام مرحله رسیده و تا چی حد دیگه وقت لزومی است که باید به اردو با پای خود استفاده شوند؟ اردوی ملی بعد از 10 سال با ایجاد مرکز تعلیمی نظامی کابل تا به امروز با داشتن مکاتب مسلکی و مراکز تعلیمی که در ساحات ما ایجاد کردیم بسیار به سرعت انکشاف کرده. فعلا اردو موجود اردوی ما 184,000 نفر بالاتر است و در حدود 195,000 نفر که هدف ماست باید تا ماه عقرب سال جاری باید برسیم. فعلا اردو نه تنها ای که در تعلیم و تربیه تادبی و چی تعلیم و تربیه خود میبینم، ما اردو را طرف تخصص میبریم. فعلا ما در اردو با منظور تعلیم و تربیه خوبی افسران اکادمی ملی نظامی داریم، مکتب اوسیس افسرس کاندیدیت سکول که در آینده با اکادمی افسرا با مدل سنهرست انگلستان ارتقا خواهد کرد و در قرغه پالوی اکادمی ملی نظامی ساخته خواهد شد و پالوی شمسان استراف کالج و سینیر استراف کالج و مکاتب مسلکی که تقریبا در حدود 12 مکتب مسلکی برای در اردو ما داریم و اردو فعلا طرف متخصص شدن میره، یعنی مسلکی شدن میره. با تمام این نکاتی که شما ذکر میکنین که پیشرفت صورت گرفته در تجزیه و تربیه اردو، همزمان گزارشات بی نهایت زیاد پخش میشه، یکی از فرار اساکر اردو و دومی که اکثر در صفوف اردوی افغانستان اعتیاد و استعمال مواد مخدر رواج شده و ترویج یافته. اصلا گزارش دقیق، چون شما مسئول مهم از اردو هستین، بگوین. ما با مسئولیت با شما میگیم، در سالهای اول ما هر دو مشکل داشتیم. ما مجبور بودیم که صفوف اردو را اکمال کنیم، او تو که لازم بود کنترل بر جلب و ایزار نبود، در تطبیق پلان بیشتر توجه داشتیم. ولی ما طوری که میبینین ما تقریبا پیش از پلان میتانیم که امو هدفی که به ما تعیین شده به هدف برسیم. فعلا ما بسیار زیاد به اصطلاح در انتخاب جلبی متوجه استیم. یعنی در ماه گذشته ما در حدود 1400 نفر رد کردیم، نگرفتیم در اردو. دلیلش بود که در کمیسیونی که ارزیابی میشه در اونجا هم از نقطه نظر امنیت نفر است، هم از نقطه نظر صحت نفر است، دکتر است، نفر را به عوامل مختلف با شمول اعتیاد مسترد کرد. یک سوال اساسی، بسیار ببخشید، یک سوال اساسی در این اینجا است که مردم، اکثر مردم که تنها مردم عام نه که در مورد اردو مشخصا یا تخصصا معلومات بیشتر ندارن، بلکه متخصصین اساسی که اردو را میشناسن و یا در این مورد درس خواندن کار کردن، اونا برای اردوی افغانستان اردوی اجیر خطاب میکنن. اونا میگن وقتی که عسکر و یا افسر اردو مکلفیت نداشته باشه، به طور داوطلب اونا نمیتونن در مقابل معاش موقتی که چند دلار است اینا یک حب وطن حس کنن یا مسئولیت حفظ کنن. مکلفیت و داوطلب از خود شرایط داره، خوبیا و نواقص داره. ما ایر هم ارزیابی کردیم. مثلا امی انتقاد است که در قانون اساسی گفته شده که طرف مکلفیت براین باید مکلفیت باشه، چرا نیست؟ ولی علی شاید امی بحث ما وقت با ما مجال نتا که ما سر خوبیا و بدی های مکلفیت گب بزنم و خوبیا و بدی های اردوی داوطلب گب بزنم. وقت زیاد را کار داره، یک بخش بسیار طولانی است. ما اسناد تهیه کردیم، حتی از نقطه نظر بودیجه ما به این نتیجه رسیدیم که از نظر بودیجه هم مردم میگه که مکلفیت ارزان است، دولت با صلاحیت خود برش معاش تعیین میکنه، این کار میکنه، او کار میکنه، ولی تو نیست. بخش تعلیم و تربیه که بخش اساسی تعلیم اردوست، پرمصرفترین بخش تعلیم و تربیه در مکلفیت است نسبت به داوطلب. اگر داوطلب نقص داره، امروز اردوهای دنیا را ببینین، امی ایالات متحده امریکا یک وقت مکلفیت داشت، چرا طرف داوطلب رفته؟ یعنی شما فکر میکنین که افغانستان فعلی در مرحله است که مانند امریکای فعلی راسن با مرحله داوطلب بره؟ نه، ما خو در وقتی از داوطلب شروع کردیم، چرا شروع کردیم؟ کسی حاضر نمیشد که به حساب مکلفیت بیایه. امیالیم امروز اگر ما اعلان کنیم که اردو مکلفیت بیایه، جوانایی که
باید با اردو بیایا 50% هم نمیه. این تجربه نشان داده مردم وطن ایلا میکنن، جوانای ما میره، بلخصوص قشر تعلیم یافته ما. در مکلفیت خو یک خوبیش نمیست که هر کس باید عسکری بکنه، معتبر است یا غریب باید عسکری بکنه. غیر از او مکلفیت برای ما فعلا با شرایط فعلی اوقدر اقتصادی نیست که مردم فکر میکنه. یک سربازی که 2 سال تیر کرد پس میره، سرباز دیگر با مو مصارف باید از سر تربیه شود. یعنی سال 2 دفعه ما باید بودجه مصرف کنیم سر تعلیم و تربیه، در بهار و در خزان. چرا؟ یک اوورلپ باید داشته باشیم، ترخیز میشه، کنگی باید داشته باشیم، نوکی بیه تعلیم و تربیه شود. و غیر از او داوطلب فعلا از چندین نظر فعلا به نفع ماست و دیگر رام نداریم، ولی ما شاید به این نتیجه برسیم که در آینده هم مکلفیت داشته باشیم هم داوطلب داشته باشیم. درست.